در تاجیکستان نام های اسلامی مشهور می شوند. در روسیه می خواهند تفسیر قرآن را من نمایند. پرونده بافته شده نسبت مهاجری مهنتی از آسیای میانه. طبق اطلاع خدمات قید اکت های حالت شهروندی در سال 2018 نامگذاری برای پسر و دختران نو تولد شده اساساً نام های عربی مشهور شدند. سال گذشته نام های مشهورترین برای پسر بچگان نام های ادریس، عمران، محمد، ابوبکر، عبدالله، عمر و یوسف مشهور شدند. برای دختران نیز نام های عربی به مانند مریم، امینه، عایشه، آسیه، حنیفه، فاطمه و حبیبه مشهور گردیدند. در این خصوص سنه 12 ینور سال 2018 آژانس اطلاعاتی آسیا پلاس اطلاع داد. به عقیده فیلولوگ تاجیک منصور سروش، همه نام های مذکور ریشه عربی داشته به دین اسلام وابستگی زیچ دارند. تا سالهای 90 تاجیکان بسیارتر به نام های فارسی از قبیل نام های در اثر شاهنامه فردوسی آمده است، به مانند سیاووش، سهراب و غیره امتیاز می دادند. امروز باشد بیشتر امتیازهای خود را به نام های عربی اسلامی می دهند. تمایل مذکور با رواج یافتن سوادناکی دینی وابسته می باشد. به عقیده مشاهدان تمایل مذکور با افزایش آگاهی اسلامی مردم کشور وابسته می باشد. چونکه در وقت نامگذاری بسیار نامهایی به ما به مردمی ما بیگانه گذاشته شدند که زمنان واقعی مذکور بدون خواهشی حکومت رواج یافته استاد است که در سال 2016 کوشش نموده بود گذاشتن نامگذاری اسلامی را منع کند. اکثریت خدمات های قید اکت های حالت شهروندی راضی نبودند که با نام های محمد، ابوبکر، یاسین و غیره شهادت نامه تولد بدهند. ولی به همه این نگاه نکرده مردم تاجیکستان تا حال به فرزندان نو تولد شده خود نام های اسلامی میگذارند. روزی می شود که همون کودک کلان می شود و بعد سنه 21 ینور سال 2019 در دادگاه ناحیه کراسنوگلینسکی شهر سمارا آیدی به صفی موادهای اکستریمیستی در آوردن کتاب های اسلامی جرایان سودی برگزار می گردد. خصوصا پراکوراتورا طلب دارد که شرح قرآن کریم مختصر، تفسیر قرآن عظیم الشان ابن کثیر دمشقی و تفسیر قرآن کریم عبدالرحمن ابن ناصر، تفسیر آسان بیان از بخشنده و مهربان، ترجمه قرآن کریم به زبان روسی با شرح عبدالرحمن سعدی در 3 جلد من نمایند. در این خصوص سامانه انصار رو اطلاع می دهد. سبب تشبسی من کردن کتاب های مذکور طبق نتیجه های تدقیقات علمی زبان شناسی سر ریاست فیسبی روسیه در ولایت سمارا تحت رقم 81 از 6 مرد سال 2018 در کتاب های ذکر شده کلمه های اکستریمیستی وجود دارد. یادرس میکنیم که امروز از طرف دادگاه های روسیه صدها ادبیات های اسلامی از جمله سیرت پیامبر محمد، کتاب 40 حدیث امام نووی، پناهگاه مسلمان و غیره ها منع کرده شده است. باید قید نمود که ماه سپتامبر سال 2013 دادگاه ناحیه اکتبرسکی شهر نوراسیسک فدراسیای روسیه دعوای پراکوراتورای نقلیاتی شهر را قانع نموده ترجمه قرآن کریم با زبان روسی را همچون ادبیات اکستریمیستی اعلان نمود. ولی پس از اقدام های پرسر و صدای عموی مسلمانان در قلمرو کشور، قراری دادگاهی ناحیه اکتبرسک را خود همان سال دادگاهی ولایت کراسنودار بیکار نمود. دادگاهی ناحیوی میشانسکی شهری مسکو کمالوف اسلامبک را که در اشتراک نمودن در تشکیلات تروریستی ماده 205.5 قسم 2 کودکس جنایی گمان بر می شود به مهلت 2 ماه از آزادی محروم ساخت. در این خصوص حمایتگر تیمور ایدالوف با MBH میدیا خبر داد. بله، به مهلت 2 ماه از آزادی محروم ساختند. مفتیش سبب بازداشت را نآورد. ما کاری مذکور را به دادگاه سپاریدیم، ولی دادگاه حالت مذکور را به انابت نگرفت، گفت حمایتگر.
با گفته حمایتگری حقوق پیتر کوریانوف، نشان داد نسبتی کمالوف شاهدی مخفی داده است که یک جای با کمالوف در یک کامیرا جزای ماموری ادا می نمود. Камалов и да являясь членом международной террористической организации. Камалов гоя оиди бартари доштани дини ислам аз дигар динҳо нақл намуда аст. Инчунин гуфтааст ки ба давлати исломӣ шомил шуда ба Туркия рафтааст, то ин ки ба сафи ташкилоти мамнуи ДИИШ аъзо гардад. Маводҳои зеринро муфаттиш барои дастгиршавӣ Камалов ҳамчун далел пешниҳод намудааст. یادرس میکنیم که کمالوف سنه 12 دکبری سال 2018 پس از بازگشت از ترکیه در فرودگاهی ونوکوا دستگیر شده است. تلفن دستی و حجت‌هایش را مصادره نموده برای با نزدیکان و حمایتگر علاقه نمودن اجازت ندادند. جوان را از فرودگاه به شعبه بردند. چی طوری که جوان نقل می نماید در راه او را مجبور کردند که شراب بنوشد. سپس او را به سه شبانه روز برای نااطاعتی به کارمندان پلیس حبس نمودند. پس از ادای جزا برآمدن از قبولگاه مخصوص کمالوف را کارمندان حفظ حقوق را بودند. او را با زوری به نقلیات سوار نموده به طرف نامعلوم بردند. نقل نمود حمایتگر. عیناً همان روز کمالوف را برای سخنهای قبیح در جایهای جمعیتی به مهلتی 15 شبانه روز به حبس گرفتند. سنه 28 دکبر پس از برآمدن از قبولگاه مخصوص به آزادی کمالوف را باز مراتبه سیوم در دوام یک ماه دستگیر نمودند. این دفعه برای دشنام نمودن در نزد دادگاه خمانیچسکی به مهلتی 15 شبانه روز به حبس گرفتند. Мы сейчас в прямом эфире, да, отойдите, и я препятствую незаконному лишению свободы. Вы то же самое, отойдите.